جاودان کرده دنیای فقر و بندگی، چیده خواهد ما را برد به جنگ مرگ و زندگی. باید از ریشه برانداز این گونه جهان جور و بند، آنگه جهان سازی بیچونگان هر چیز گردن. روز قدیر دارد آفرین رد با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. بخش دوم بحثی رو که ما آغاز کردیم در مورد مفهوم تشکل مستقل کارگری، آیا فقط باید مستقل از دولت و کارفرما باشه یا مستقل از احزاب باشه؟ اگر مستقل از احزاب باشه، با توجه که بسیاری از فعالین کارگری به ویژه در شرایط در دورانی که مثلا امکان فعالیت علنی احزاب وجود داره، ممکنه عضو یا کادر یا حتی هوادار یک حزب و سازمان باشن، تکلیف حضور اونها در اون تشکل‌های مستقل کارگری چیه؟ آیا ممنوع بر سردر اون اتحادیه، شورا، کمیته، تعاونی، صندوق، هر چی که اسمش هست، ممنوعیت ورود فعالین حزبی رو میذارن یا نه به معنای دیگری است این جدایی از احزاب و غیره؟ این بحث بخش دوم رو پی میگیریم. اگر تونستیم اینو به یه جایی برسونیم که وارد اون بحث موانع تشکلیابی در ایران و راهکارهای رسیدن به تشکل سراسری هم خواهیم پرداخت. اگر امکانش فراهم نشود، اون میشه بخش سوم. خب در بخش اول ظاهراً یا سوء تفاهم بوده یا اتهام بوده، با دو تا اتهام یا سوء تفاهم مواجه بود. از یک طرف رفیق رضا معتقد بوده که رفیق بهروز داره او رو متهم میکنه به اینکه خواهان وابستگی تشکل‌های کارگری به احزاب است، در صورتی که اون چنین چیزی رو نمیگه. او خواهان رابطه فعال احزاب، به ویژه احزاب کارگری سوسیال، احزاب کمونیستی سوسیالیستی با تشکل‌های کارگری است. از اون طرف هم اون اتهام یا سوء تفاهم به وجود آمد که گویا اونایی که میگن تشکل کارگری علاوه بر استقلال از دولت باید از احزاب هم جدا باشن، به معنای به اصطلاح اینه که کمونیست‌ها حق فعالیت در تشکل‌های کارگری رو ندارن یا حق جذب فعالین کارگری رو به حزب خودشون ندارن و یا حق حتی بر عهده گرفتن پست‌های مهم رو در تشکل‌های کارگری ندارن و فلان. این بحث رو ما ادامه بدیم. رفیق رضا میشنوه. ببینید، من هم در مورد وقتی راجع دولت صحبت کردم و هم در مورد احزاب صحبت کردم، بحث اساسیم اینه که تشکل کارگری باید تصمیم گیریش بر اساس سلسله مراتب و همه اون اساسنامه و مرامنامش باشه که داره. مطلقا نه دولت و نه هیچ حزبی و هیچ گروهی نباید بتونه تو این ماجرا دخالت کنه. تشکیلات کارگری باید استقلال رأی و تصمیم گیریش رو حفظ کنه تحت هر شرایطی. این اصلشه. من راجع به وابستگی به تشکل کارگری اینجا صحبت نکردم، راجع به رابطهشون صحبت کردم. بعد آنچه را هم که شما مطرح کردید، من به عنوان تناقض مطرح کردم، نه به عنوان به اصطلاح اتهام. هرچی میگم، اگر یک نفر که رهبر شناخته شده مثلا راهکارگره، همین که رهبر راهکارگر شد، عضو کمیته مرکزی راهکارگر شد، راهش بسته است بتونه به اصطلاح یکی از رهبر جنبش کارگریان بشه، چرا دارید میرید این کارگر رو به اصطلاح باش کار میکنید
رشدش میدید که بشه عضو کمیته مرکزیتون، که نتونه یکی از فعالین سرشناس رهبر اون اتحادیه بشه. این تناقضه. بنابراین هر چقدر شما رو به معنی تناقض اتهام نیست، شما بگید که پیشرفت شما برای اینکه کارگرها بتونن تو سلسله مراتب یه سازمانی حزب بالا بیان، تو اون چیزی که من میگم هیچ منافاتی نداره که بتونن همچنان فعال باشن تو تشکل کارگری. تو تعریف شما تناقض داره. این تناقض شما باید جواب بدید. به اضافه ما داریم در خلأ که زندگی نمی کنیم. یک سری احزاب دستراسی هستن، یه دولتی وجود داره که کارش اینه که سوسیالیستا و جنبش کارگری با هم نزدیک نباشن، احزاب با هم نزدیک نباشن، علیهشون توطئه میکنه و غیره و تبلیغات میکنن. بنابراین بحثی که ما داریم میکنیم، حتی من دارم میکنم، من دارم راجع به شفافیت رابطه احزاب با تشکل کارگری صحبت میکنم. علنی، شفاف، همون چیزایی که رفیقمون بهروز میگه کارگر این کارو میکنن، خود اون کارگرایی که عضو اون اتحادیه‌ان دارن میبینن که تو کنگرهشون راجع به این که با فلان حزب تو این چارچوب رابطه داشته باشیم، رابطه به تصویب رسیده، علنی و شفافه. اگرم به اون کارگر بگن اتحادتون با این حزب چی کار میکنه، میگه ما تو کنگرهشون صحبت، تو کنگرهمون صحبت کردیم، رابطه با این احزاب، فقط این احزاب نیست، احزاب دیگه هم هست، تو این چارچوبه، استقلال خودمون رو داریم، ما باشون رابطه داریم و این رابطه علنیه، زیرزیرکی نیست. و به اصطلاح این زیرزیرکی بودنش منشأ فساده. بنابراین اون کارگری هم که عضو اون اتحادیه است، مستقل از هر عقیده و که داره، تو کنگرهش به اون نتیجه رسیده که به اون رأی بده که تشکل کارگریش با اون یا اون حزب اون رابطه رو داشته باشه. من دارم راجع به شفافیت و علنی بودن حرف میزنم. اگر اون تشکل کارگری، کنگره کارگری رأی نده به اون رابطه شفاف و علنی با اون حزب، خب اون تشکل اون رابطه رو برقرار نخواهد کرد. بس من راجب اینه، بس من راجب وابستگی نیست. مرسی ممنون. خب ببین، من یه بلا، چون تشکل‌های کارگری یا تشکل‌های فعالین کارگری که در ایران هستن زیر ضرب امنیتی هستن، نمیشه زیاد از اونا مثال ها. من یه مثالی از مثلا یک تشکل، حالا کارگری نیست ولی کانون نویسندگان ایران، مثلا همه میدونستن و میدونن که مثلا در سال 58-59 مثلا رفیق سعید سلطانپور عضو سازمان چریکای فدایی خلق بود، در این حال عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود. بیازین هم به همین ترتیب. بعد اینا بیازین و سیاوش کسرایی و چند نفر از این توده‌ها رو اخراج میکنن، نه به خاطر اینکه عضو حزب توده بودن، به خاطر اینکه از منشور کانون که همانا مبارزه با سانسور و دفاع بی حد و حصر از آزادی بیان و نشر بود، عدول کرده بودند، از رژیم حمایت میکردن که کارش سرکوب و شکستن قلم و آتش زدن کتابخونه بود، که بعد دیدیم که این توده ها از کانون نویسندگان که اخراج شدن رفتن یه چیزی به نام شورای نویسندگان ایجاد کردن که کاری از پیش نبرد، بعدا خود حزب توده هم رفت زیر به اصطلاح چیز زد. تو بخش اول رفیق رضا از شورای کانون شوراهای کارگری گیلان، من چون خودم اهل گیلان هستم دقیقا از اون خبر دارم، که 30 تا 35 تا شورا بود که کنترل تولید رو در کارخانجات به دست گرفته بودن و جالب بود که یک شورای هماهنگی هم داشتن و حتی در انتخابات اول مجلس شورای اسلامی یک نفر هم به عنوان کاندید معرفی کردن که اگه اشتباه نکنم اسمش نصیری بود که هوادار یا فعال سازمان شریکای فدایی خلق هم بود، یعنی به عنوان کاندید مطرح، ولی نه به عنوان عضو و به عنوان عضو سازمان معرفیش نکرده، به عنوان که خود کارگرها او را انتخاب کرده بودن که کاندید بشه. در مورد مثلا یدالله خسروشاهی که نماینده کارگران نفت بود و غیره، اینا میشه مثال هایی رو به اصطلاح چیه زد. خب رفیق بهروز فراهانی
به شما آیا مخالف حضور فعالین حزبی در تشکل‌های کارگری هستید؟ مخالف کار کمونیستی هدفمند احزاب و سازمان‌های چپ انقلابی در تشکل‌های کارگری هستید؟ اگر نیستید، پس اون داستان استقلال تشکل کارگری از دولت و احزاب رو در چه کاتگوری، به اصطلاح در چه چارچوبی تعریف میکنید؟ خب من مجدداً سلام میکنم به شما و یک توضیح هم بدم. من در که به رفیقمون رضا گفتم، من تو اخلاق سیاسی نیست که یک چیزی رو به یک رفیقی نسبت بدم، باش پولمیک بکنم، در صورت که اون نظرش این نباشه. من نکاتی رو که راجع به این اختلاط بین ممنوعیت فعالیت سیاسی در اتحادیه و مسئله وابستگی به این یا اون حزب و اتحادیه رو مطرح کردم، در نوشته رفیقمون رضا در به اسم تشکل مستقل کارگری چیست که در شهریور 74 متن سخنرانی رفیق رضا مقدم در سمینار نشریه کارگر امروز بوده، یعنی مال تقریبا حدود 30 سال پیشه، که توی اون به نظر من این اختلاط وجود داره. اگه رفیقمون امروز دوباره اون مقالش رو بخونه، و چون چیزی بود که من می‌خواستم خودم آماده بکنم برای این بهش رجوع کردم، با استناد به اون که این نظر رفیقمون هست صحبت کردم. به نظر من این اختلاط در اون نشریه نظر رفیق، این مقاله رفیق ما رضا مقدم که خودش میدونه من چقدر بهش ارادت دارم، این در واقع وجود داره. من با اون پولمیک میکردم. اگر رفیقمون تدقیق کرده نکاتی رو که اینجا مطرح میکنه، این چیزی رو که سوالی که از من میکنه که معلومه کدوم کمونیست یا سوسیالیست انقلابی میتونه مخالف کار سیاسی و جذب کارگران از اتحادیه‌ها و بالا آوردن آگاهی سیاسی طبقاتی کارگران در مبارزات مطالباتی باشه. هیچ فعال کمونیستی نمیتونه با هم چیزی مخالفت بکنه، مگه اونهایی که فکر میکنن کار اتحادیه‌ای کار ماست ولی تو کار سیاست نباید دخالت بکنیم. خب اون سوسیال دموکرات ها هستن، سوسیال دموکرات های راست هم، حتی سوسیال دموکرات های چپ هم همچین حرفی رو نمیزنن. و این مسئله استقلال چرا ما آوردیمش؟ پس میگه تو که اینی میگی اونا هم حق دارن فعالیت بکنن و غیره، اینو چرا آوردی؟ دو سه تا دلیل بزرگ داره. یکیش اینه که من گفتم، تکرار نمی کنم، ما وابسته کردن رسمی اتحادیه ها به احزاب بزرگ کمونیستی و سوسیالیست انقلابی رو در تاریخ احزاب بزرگی که واقعا انقلابی بودن نداریم. مشخصترین نمونش رابطه اتحادیه کارگری مختلف، شاخه‌های مختلف صنعت و خدمات در روسیه تزاری با حزب بزرگ سوسیال دموکرات بود که اعضاش در بعضی جا حتی این اتحادیه رو ایجاد کرده بودند، ولی به رهبریش هم رسیده بودند، ولی به هیچ وجه این اتحادیه رو تابع سیاست‌های حزبشون نمی‌کردن. و این رو از طریق بحثایی که توی خودشون داشتن، مسائلی که بود می‌بردن جلو و طبیعی که نظر حزبشون رو اگر نظری داشت در این مورد می‌بردن و تبلیغ می‌کردن، ولی انتظار نداشتن که اگر حزب سوسیال دموکرات فراخوان قیام میده، اتحادیه کارگری هم حتما باید اون فراخوان رو بده. این رو بحث میکردن توی خودشون که ببینن چه از چی نیست. ما اتحادیه کارگری وابسته به حزب سوسیال دموکرات روسیه در فاصله 1900 تا 1920-21 نداشتیم. در ایران تجارب بدی داشتیم. اینه که احزاب ما، سازمانهای ما که حزب بزرگ هیچ وقت نداشتیم، سازمان‌های ما که انقلابی هم بودن و چقدر هم هزینه دادن برای این انقلابی بودن خودشون، و الان ما می‌دونیم که چقدر خاورانی داریم در بین احزاب کمونیست و انقلابی ما، اینها در فردای انقلاب بهمن نقش درستی ایفا نکردن و با شقه کردن با بحث ایدئولوژیک و اتحاد پایدار کارگرها رو از بین که نبردن، فعالیت در جهتش نکردن، نه اجازه ندادن که شکل بگیره به خاطر جنگ‌های ایدئولوژیکی که بین خودشون می‌کردن. کارگران هوادار سازمان پیکار و کارگران هوادار سازمان فدایی چشم نداشتن هم دیگر رو ببینن و امکان نداشت اینا با هم دیگه فعالیت بکنن برای ایجاد یک ظرف بزرگتری که توده کارگرا توش باشه. ما با توجه به این تجربه مشخص که تو ایران داریم، میگیم برحذر باشیم، واژه استقلال رو اینجا به کار میبریم که اتحادیه‌های کارگری، شوراهای کارگری، انجمن‌های کارگری که شکل میگیره باید پلورالیستی باشه، توش گرایشات مختلف در کنار هم دیگه باشن. از این زاویه میگیم باید استقلال داشته باشن از احزاب، نه بیشتر نه کمتر. امیدوارم که سوء تفاهم برطرف شده باشه.
اگر موافق باشید، اگه سر این مسئله دیگه صحبت نیست، بریم سر من یه صحبتی دارم. اوکی، بفرمایید. والا گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مشکری. من چه ربطی دارم به کانون نویسندگان که شما اونو علیه بحث ما مطرح میکنید؟ من دارم راجع به رابطه صحبت میکنم، رابطه شفاف علنی، به این معنا که در کنگره ها و مراجع رسمی تشکل کارگری تصویب میشه. شفاف علنی یعنی این، یعنی اون تشکل کارگری علناً رابطه داره با این حزب و یا با اون حزب، و این وقتی علنیه، وقتی تصمیم تشکیلاتشه توسط همون مراجع تصمیم گیریش که فکر میکنم و بارها گفتم باید کاملا تو چارچوب موازین خودش باشه، اونجا تصمیم گرفتن. بنابراین بحث من راجع به رابطه است. در مورد اون مقاله‌ای که رفیقمون بهروز میگه، مال فکر کنم سال 1374. مرسی، ممنون. ببینید اونجا قبل از این که وارد بحث بشه انقدر تبصره داره که حساب نداره. گفته شما نمیتونید تشکل مستقل کارگری رو همینجوری تعریف کنید، بستگی داره که تو چه کشوری باشه. مثلا حتی مثال لهستان رو گفته، گفته وقتی تو لهستان میگن تشکل مستقل از حزب، منظورشون به صلاحت اون همبستگیه که میخواد از اون حزب سوسیال دموکرات یا کمونیست لهستان جدا باشه. این کاملا فرق داره که تو ایرانی که نه حزبش وجود داره نه تشکیلاتش وجود داره، دوتا چیز متفاوته. دوباره اونجا گفته در یک جایی هست تشکل کارگری وابسته به دولته، کارگرها فکر میکنن اگه پای دولت از این تشکیلات قطع کنن، اون تشکیلات رو میشه یه جوری مال خود کنن، بنابراین مخالفت میکنن با ماجرای دولت. و یا یه جایی که تشکیلات کارگری وجود داره، دولت بخواد دخالت کنه، اونجا مستقل از دولت به اصطلاح چیه، یه ابزار دفاعیه. همه اینا رو بحث کرده تو اون مقاله، میگم مال فکر کنم 29 سال پیشه. اساسش مسئله تصمیم گیری توسط ارگان‌های تشکیلاتیه. من نماینده شورای کارگر بنز خاور بودم، تو مجمع عمومی بحثامو مطرح میکردم، اگر کارگرها تصمیم میگرفتن موافقت میکردن اون اجرا میشده، مهم نبود مال اتحاد مبارزانه، مال کیه. مسئله اینه که شما باید به این پاسخ بدید، اگر شما اون رابطه رو حذف کنید و یه حزبی، حالا سازمان راه کارگر، یه مواضع درستی، یه شعار درستی داره مطرح میکنه و اون تشکل کارگری میاد میبینه این حرف درستی داره میزنه، اگر قرار استقلالش حفظ کنه چطور میتونه بره بگه آقا جون ما این سیاست قبول داریم، یا اگر باید جدا باشه بلافاصله میگه این که سیاست راه کارگره، این که ما که مستقلیم، ما که نمیتونیم بریم دنبال این. بنابراین شما دارید رابطه این دوتا رو، کمکشون به همدیگر رو که اساس در هم تنیدگیشون و زیر رو کردن این نظامه رو، روی این دارید خدشه ایجاد میکنید و تناقض به وجود میارید. این با. از ماجرا. در مورد ماجرای دولت یه نکته بگم، جدایی تشکل کارگری از دولت اینقدر پررنگ تو جنبش کارگری ایران که حساب نداره. اینو بگم، سال تابستون سال 58 وزارت کار یه نامه ای داد به شورای خاور که بیان تو وزارت کار. از طرف به سر شورای خاور من و محمد کازرانی رفتیم، اونجا دیدیم خیلی دیگه هم هستن، از بچه های کار مثلا نفتی ها بودن، برق بود، خیلی ها بودن، یه 6-7 همین سندیکایی بودن که وابسته به توده بودن.
اون موقع وزیر کار فروهر بود، یه معاونم داشت به اسم محمد فاضل، کارگر دخانیات بود، شد اون معاون وزیر کار. البته تو جمهوری اسلامی کارگر معاون وزیرم شده بود. به هر حال اونجا این مطرح کردن که ما شما رو دعوت کردیم که کمک کنیم اینجا یه تشکیلات سراسری کارگری درست کنید. البته اونا اتحادیه میخواستن درست کنن تو چارچوب سیاست‌های حزب ملت ایران که دارش فروهر داشت. دو تا بحث مطرح شد به سرعت و همه چی اصلا پاشید. گفتن اصلا این که تو وزارت کار راجع به تشکیلات کارگری صحبت کنیم همه چی تمومه، یعنی هیچ کارگری قبول نمیکنه که ما رفتیم تو وزارت کار راجع به تشکیلات کارگری حرف زدیم. بنابراین این اصلا ساختمان باید بره بیرون و پای شما بره کنار. بنابراین حساسیت بسیار بسیار زیادی وجود داره تو جنبش کارگر ایران نسبت به دولت و تشکل کارگری و رابطه احزاب به ویژه احزاب سوسیالیست، چون میدونید که احزاب دست راستی تو جنبش کارگری فعال باشن نه دولت کار داره نه چیزی، بس فقط راجب سوسیالیست هاست. این که تشکیلات به اصطلاح کارگری وابسته نباشه، احزاب راست به اینا گوش نخواهند داد و کارشون رو خواهند کرد. بنابراین بس بر سر اینه که این تشکل کارگری غیر دولتی باید بتونه رابطه داشته باشه، بحثم استقلال تشکل کارگری نیست، بحثم وابستگی نیست، بحثم رابطه است و تکرار میکنم رابطه شفاف و علنی. من خودم بودم میدونم راجب چی دارم صحبت میکنم. یه نکته دیگه هم بگم در مورد سازمان مختلف. سال 59 تقریبا پاییز 59 تو مسجد جواد تو میدون 25 شهریور که نمیدونم الان اسمش چیه، یه اجلاس بزرگی تشکیل شد، نزدیک 400 تا فعالین جنبش کارگر اونجا بودن، اونایی بودن که هنوز شعار داشتن. بس بر سر این بود که آیا باید همچنان کنترل تولید و توزیع به دست گرفت و یا اینکه فقط نظارت کرد، یعنی عقب نشست. یک سری از اون رفقایی که اونجا این بحث رو مطرح می‌کردن، من می‌دونستم که از رفقای راهکارگرن. بحثشون نظارت بود. می‌گفتن بحث دخالت، از جمله خود خاور وصال می‌زدن، می‌گفتن بحث دخالت باعث شده بانکارو ببندن، حساباتون رو ببندن، نذارن جنساتون از گمرک ترخیص بشه. اگر شما عقب بشینید بگید ما فقط نظارت می‌کنیم و دخالت نمی کنیم، ممکنه این هجوم به شوراها قطع بشه و ما مثلا یه فرصتی پیدا کنیم برای چیز. در کمال آرامش این صحبت ها شد و کسی هم اون چیزایی که شما میگین اتفاق نیفتاد. شما تمام بحثتون رو استوار کردید راجع به حزب توده که اون اصلا سوسیالیسمش زیر سواله. میدونید رفتارش با جنبش کارگری به خاطر نوع سوسیالیسمشه یا بودن نبودنشه. ما داریم راجع به یک سوسیالیسم سالم و یک سوسیالیسم اصولی داریم صحبت میکنیم که اگر شما بخواید راجع به حزب توده صحبت کنید، حتما قبل از اینکه راجع به رابطش با کارگر و جنبش کارگر صحبت کنید، راجع به بنیاد سیاست ها و اهدافش صحبت میکنید که رابطش با جنبش کارگری یه زیر مجموعه است، یه پاراگرافه. مرسی. من البته من یه چیزم بگم که در رابطه با استقلال تشکل کارگری از دولت، گرایشی هم تو جنبش جهانی کمونیستی وجود داشت که این استقلال رو عملا قبل از انقلاب می‌فهمید. کما که بعد از انقلاب اکتبر آدمای مثل تروتسکی اومدن گفتن دیگه دولت کارگری تشکیل شد، یا گفتن اصلا استقلال اتحادیه‌های کارگری معنا نداره، یا گفتن اصلا حتی ضرورت نداره. درست، یعنی این بحث هم در حزب بلشویک پس از انقلاب اکتبر مطرح بود و فلان اینا. خب رفیق بهروز فرانی، صحبت پایانی رو من در بخش همین تشکل مستقل کارگری از شما میشنویم. اون بخش مربوط به موانع
تشکلیابی در ایران رو میذاریم برای بخش سوم. من توضیح قبلی رو دادم که استناد من به کجا بود و بازم رو حرفم هستم که اونجا با علی رغم تمام تذکراتی که رفیق اون رضا میده این اختلاف وجود داره. خب اگر ما اختلافی سر این نداریم که نداریم، ولی یه جای اختلاف داریم و اون این سر نمونه‌هایی که رفیقمون رضا گفت که من نمیتونم نظر بدم، اون موقع من توی اینا نبودم، نمیتونم نظر بدم و بدیهی گوش میکنم و یاد میگیرم، نمیتونم نظر بدم. ولی اونجایی که فعالین کمونیست و سوسیالیست ما بعد از انقلاب میبایستی علی‌رغم اختلافات نظری و سازمانی که داشتن آستیناشون رو بالا میزدن و یک جبهه واحد کارگری ایجاد میکردن که بتونن علاوه بر فعالین حزبی، هواداران حزبی خودشون، توده کارگرانی رو که وارد مبارزه روتین اقتصادی علیه دولتی که در حال برآمدن بود میکردن بکنن، به جای ایجاد این جبهه واحد کارگری یا اسمش هرچی میخواید بذارید، بلوک واحد کارگری یا غیره، به جنگ های ایدئولوژی که بین خودشون دست دادن و عملا کارگران رو اصلا دیگه سوا کردن. ما تو کره مریخ حرف نمیزنیم راجع به مسئله استقلال. اون چیزی که از مسئله استقلال از احزاب من میفهمم اینه که باید پلورالیزم حزبی در درون اتحادیه های کارگری توده‌ای به رسمیت شناخته بشه. نباید اتحادیه کارگری توده‌ای رو وابسته به این یا اون حزب کرد. کسی نمیگه که از شعارهای خوب اونها نباید استفاده کرد یا اینکه این رو نباید آورد و به بحث نگذاشت. باید من میگم نباید وابستگی اصرار میکنم روی این وابستگی به یه حزب معین رو تبلیغ کرد. فاجعه‌ای که حتی اتحادیه عظیمی مثل سژته در فرانسه رو با بحران جدی روبرو کرد که مثالش رو زدن. و اتفاقا اینها هم چند سال پیش دیگه این رو با افول در واقع حزب کمونیست این رو از روی گردن خودشون برداشتن، تبدیل به اتحادیه راست هم نشد، همون سنت‌های خودشون رو ادامه دادن و اونطوری بین چپ سنتی و چپ رادیکال اینها نوسان میکنن. عدم وجود حزب کمونیست و عضو حزب کمیته مرکزیش در رهبرین اتحادیهش تفاوتی در سیاست‌های عمومی اینها ایجاد نکرد. بس بر سر به رسمیت شناختن پلورالیسم سیاسی در اتحادیه کارگری هست و در نظر گرفتن این که بخش بزرگی از کسایی که در مبارزات مطالباتی شرکت میکنن و در اتحادیه‌های کارگری جمع میشن هنوز جهتگیری سیاسی ندارن. طبیعیه که وظیفه هم است که راجع به اینها تبلیغ بکنن. کسی با این مخالف نیست، میباید شفاف باشه یا غیره. خب اون مسئله امنیتی در کشورهای مثل ایران معمولا اجازه نمیده که این شفاف باشه، امکان نداره شما بتونید آگاهانه به اسم حزبتون برید تبلیغ. ولی رفتار فرقه گرایانه، رفتار ایدئولوژیک با فعالین کارگری در ایران خیلی جانسخته. نمونهش از اون موقع تا الان اومده و اتفاقا این چرا اینو من میگم، ببینید درست موقعی که این جنگ های زرگری ایدئولوژیک بین هواداران پیشگام، هواداران پیکار و غیره، رای کارگر و رزمندگان در جریان بود، وقتی قانون سوپر ارتجاعی احمد توکلی اومد برای زدن قانون کار، یک جنبش توده عمومی کارگران افتاد که جمع شدن، اینا که رفیق رضا از من بهتر میدونه، خودش حتما درش شرکت داشته و یک مقابله جدی علیه این شد و این سازماندهیش از کمونیستا و سازمان انقلابی نبود. همون موقع ما زیر ضرب شدید بودیم، جو فرق کرده بود، اوضاع چرخیده بود و اصلا فعالین کمونیستی نمیتونستن آشکارا فعالیت بکنن، ولی توده کارگرها در مقابل این ایستادن، مجامع عمومی تشکیل دادن غیره، که یکی از درست موقعی که احزاب کمونیست و انقلابی در حال ضرب و خون دادن و خون ریزی بودن، این جنبش کارگران را افتاد، نشون دادیم پتانسیل در توده کارگرای ما برای اینکه اتحاد عمل بود بکنن در مورد مسائل وجود داشت. آیا ما به عنوان احزاب سیاسی اون کاری رو که حزب توده اون موقع کرد و این اتحادیه رو ایجاد کرد و جمع کرد توده های مختلف توش انجام داده بودیم؟ نه، ما فاصله داشتیم. دلیل فاصلهش این دید نسبت به رابطه با اتحادیه کارگری، این تشکل کارگری بود، اینکه باید با من وابسته باشه، باید پیشگام باشه، اون میگه باید پیکارگر باشه، این میگه باید فلان باشه. ما با اون داریم خط کشی میکنیم رفیق رضا و میگیم که ما باید بپذیریم که در یک اتحادیه تشکل توده‌ای پلورالیسم حزبی وجود داشته باشه، همه بتونن فعالیت بکنن و اگر شما یک رهبر یک حزبی رو بیارید بکنید دبیر کل اتحادیتون، چه بخواید چه نخواید، در رو میبندید به روی بقیه. از این زاویه است که میگیم
یک حفظ فاصله معین بین اتحادیه و تشکلات کارگری و احزاب سیاسی، هر چقدر هم که انقلابی درستکار و فداکار باشن، یک ضرورت در ایران، به خصوص با این تجربه داریم. همین الان فعالین کارگری که نزدیک میشن به این یا اون حزب، رفیق رضا شما که از من بهتر میدونید، احزابی که به این فعالین کارگری نزدیک میشن، اولین کاری که میکنن اینه که ارتباط این فعال کارگری با بقیه کسایی که هم نظرش نیستن رو قطع میکنن. یه جوری رفتار میکنن که اجازه نمیدن این فعال کارگری که تازه داره میبینه چه خبر هست، چه خبر نیست، گرایشات چی هست، سایه روشنا چی هست، عملا ارتباطش با اون کسایی که جزء حزب نیستن قطع بشه. این کار کمونیستی نیست، این کار فرقه‌ایه، این کار ایدئولوژیکه و این کار شق شق کردن فعالین جنبش کارگری در شرایطی است که ما احتیاج مبرم داریم به اینکه یک جبهه واحد کارگری، یک بلوک کارگری بزرگ رو به راه بندازیم، که اون بحث فراکسیون سوسیالیستی در اینها بحث دیگه ای، امیدواریم موقع دیگه بتونیم بکنیم. ولی درست همین موقع ما بدترین برخورد ایدئولوژیک رو داریم میبینیم. برای همین میگیم آری، استقلال از احزاب و به رسمیت شناختن پلورالیسم در درون تشکلات کارگری. بحث بسیار جالبی بود، میتونه باز هم ادامه پیدا بکنه، ولی خب تصمیم ما اینه که در بخش سوم که بعداً تقدیم شما خواهد شد، روی یه مقدار اثباتی بریم روی موانع ایجاد تشکل مستقل کارگری در ایران و راهکارهایی که بویژه برای ایجاد تشکل سراسری کارگری وجود داره، چون خیلی اهمیت داره. یعنی حتی فقط ما چپانا، حتی بخشی از راستام در جریان اون خیزش انقلابی ژینا گفتن که آهای چی شد طبقه کارگر نمیومد، یعنی همونا هم انتظار داشتن طبقه کارگر بیاد ضربه کاری رو فرود بیاره از طریق اعتصاب عمومی سیاسی، و اون حادثه رخ نداد. چرا رخ نداد؟ ضعف تشکل یابی کجاست؟ چگونه میشه برایش فائق اومد؟ حتما در بخش سوم اون رو پی خواهیم گرفت. ممنون از رفقا رضا مقدم و بهروز فرانی که در این میز گرد، در واقع نوعی مناظره، شرکت کردید. تا هفته بعد با تشکر از دعوت شما. خسته نباشید رفیق رضا و رفیق آرش، بحث خوبی بود، امیدوارم که همینجور ادامه